جنایت‌های صهیونیست‌ها در فلسطین در بیش از 70 سال گذشته و جنایت‌هایی که هر روز مرتکب می‌شوند و جنایت‌های جنگی صهیونیست‌ها و اسرائیلی در فلسطین را نگاه کنید. محاصره غزه را نگاه کنید. امروز همه جهان می‌بینند می‌گویند درباره شهر اوکراین که محاصره شده است. چند روز، 5 روز، 6 روز محاصره شده است. غزه سال‌های طولانی است. 15 ساله که محاصره شده. همه جهان ساکتند. درباره جنایت‌های حملات سعودی آمریکایی به یمن چه می‌گویید؟ ده‌ها هزار نفر از شهروندان در یمن شهید شدند، از کودکان و زنان و مردان و بزرگان و سالخوردگان گرفته تا بقیه. و همه یمن چه می‌گویید؟ در طول 7 سال و الان محاصره شدیدتر شده است علیه فرآورده‌های نفتی که تظاهرات روز گذشته را دیدیم در شهرهای یمنی. همه جهانیان ساکتند. برای که به سادگی بگویم، همه آنها برایشان مهم نیست، شعور ندارند، احساس ندارند. و اگر آنها احساس داشتند، صدای از آنها بلند می‌شد. برایشان مهم نیست. برای اینکه آنها به کاخ سفید وابسته نیستند. بیشتر از این بگویم، به آمریکا و دیگر گروه‌ها، همه اینها ابزارند و اینها ارزش انسانی ندارند. درباره این مسئله صحبت می‌کنم، درباره اوکراین بگویم. به هر حال از منطق نماینده آمریکا که قبل از این که روسیه را تهدید کند و دیگران را تهدید کند، به محاکمه باید ده ها و هزاران جلسه و ده ها هزار محاکمه برای آمریکایی ها و انگلیسی ها و برای ارتش های غربی و اروپایی به خاطر جنایت هایشان در الجزایر، در لیبی، در تونس، در آفریقا، در همه جای جهان، در هند، در پاکستان برگزار بشه. اگر کسی میخواد این پرونده ها رو باز کند، از اینجا باید شروع کند. روز بعد از روز این معنا بیشتر مشخص شد. روز جمعه گذشته در پاکستان، در پیشاور، نماز جمعه بود. یک انتحاری اومد خودش را منفجر کرد. ده ها نفر از مردم را شهید کرد، از جمله امام مسجد را، و ده ها نفر را مجروح کرد. جهان ساکت بودند، هیچی نگفتند. برای اینکه این تکفیری ها و این انتحاری ها ساخته خود CIA هستند، ساخته خود آمریکایی هستند. اینها در خدمت طرح آمریکایی ها هستند. باید جهان ساکت باشند و آمریکا و ابزارهایش باید ساکت باشند. روز به روز بعد از روز، هر روز مشخص شد که آنها دنبال ارزش‌های انسانی، قانون بین المللی و حقوق بشر نیستند. فقط اینها را به خاطر منافع آمریکایی است. هر جا که منفعت سیاسی داشته باشند محکوم می‌کنند. هر جا که مصلحت سیاسی آنها باید این باشد که حمایت کنند، حمایت می‌کنند. در کشتارهای اسرائیل فقط محکوم نمی‌کنند. مجلس شورای امنیت باید تشکیل بشه، محکوم کنه. آنها میان از قاتل و خونریز حمایت می‌کنند. این حقیقت